اجاسمنت بعدی چنل میکسره اگه من اینجا یک رندر رو داشته باشم که بخوام روش کار بکنم میتونم چنل میکسر رو اعمال کنم چنل میکسر چیکار میکنه؟ سه تا اوتپوت داره رد گرین بلو که روی چنل های رد گرین بلو تاثیر میذاره یعنی میزان رد توی هر سه تا کانال به صورت مجزا این کانالها کدومها هستن؟ اگر من توی عکس برم، چنلز رو بیارم، رد، گرین، بلو یا RGB رو دارم. به عنوان مثال من اگر برم بلو، چنل بلو منه، چنل گرین و چنل رد که روی هم که قرار بگیرن، رد، گرین، بلو یا RGB رو برای من تشکیل میدن، خب؟ حالا یعنی من اگه برم تو این اجاسمنت بگم میزان رد رو توی چنل های رد گرین و بلو کم یا زیاد بکنم فقط نور گرین رو توی چنل های رد گرین و بلو کم یا زیاد بکنم توی این چنل ها یعنی میزان رد رو مثلا توی این بلو کم و زیاد بکنم میزان رد رو توی این گرین کم و زیاد بکنم میزان رد رو توی این چنل رد کم و زیاد بکنم چجوری عمل میکنه؟ یعنی اگر من برم مثلا رد ببینید رد صد درصده گرین صد درصد و بلو هم صد درصد من میگم بلو رو به صورت مستقیم توی چنل بلو کم و زیاد کن ریست میکنم من میگم نور بلو رو توی چنل گرین کم و زیاد کن ببینید کاری به این رنگ نداشته باشید که به اشتباه بیافتید هر سته اینا الان بلو دارن عمل میکنن فقط تو چنل های خاص خودشون الان من دارم بلو رو زیاد میکنم توی مناطق سبز رنگ نه که مناطق سبز رنگ توی چنل سبز رنگ که بهتون گفتم اوکی و الان من دارم نور بلو رو توی چنل رد ها کم میکنم و زیاد میکنم توی چنل رد ها یعنی توی این چنل رد ها من دارم میزان بلو رو کم و زیاد میکنم به همین تناسب اینا هستش ببینید من مثلا گرین رو من به صورت تخصصی توی چنل گرین دارم میزان نور گرین رو کم و زیاد میکنم کاری به چنل رد و بلو الان نداره من دارم روی این کار میکنم روی چنل گرین من دارم کار میکنم اوکی من الان دارم میگم میزان گرین رو توی چنل رد کم بکن یا زیاد بکن پس به صورت مجزا و تخصصی توی چنل‌های های مختلف ما میتونیم میزان R, G و B رو توی هر کدوم از اینا به صورت جداگونه تغییر بدیم چیزی که هستش اینه که نباید توتال بیشتر از 100 بشه ببینید مثلا من اگه یک مقدار اینو اضافه کنم کاشن به من میده اگه کم بکنم که مجموعشون زیر 100 درصد بشه میگه مشکلی نداره فرض بکنید باز بیشتر از 100 درصد این ایرور رو به من میده من میتونم سیو بکنم مشکلی نداره کار منتها میگه این استاندارد نیست مثلا من میتونم اگر میخوام میزان نور گرین رو توی چنل بلو افزایش بدم قطعا الان بیشتر از 100 میشه ولی میگه 25 شا اضافه شده چون من 25 شا اضافه کردم از این طرف میتونم 25 شا کم بکنم حالا فرزن یه دونه میره بالا میگه الان باز مشکلی نداره اون تغییری که خواستی رو دادی توی کار اوکی پس باید همیشه حواسمون به این توتال باشه که سعی بکنیم بیشتر از 100 نشه ابزار جالب و حرفه‌ای هست ولی خیلی کم کاربرده مونوکروم حالت سفیده که باز ما دیگه اینجا فقط گری رو داریم و گری رو توی چنل رد، گرین و بلو تغییر ما میدیم که باز همون میزان صد در صد رو ما داریم که معمولا مونوکروم کم استفاده میشه و میشه از بلک اند وایت استفاده که بر ساخت تصاویر سفید اینجا هم میدونیم یه سری پریست آماده داریم میتونیم حالت مختلفش رو تست بکنیم و ببینیم که معمولا از ها کم استفاده میشه کرد چون هر عکس شرط خاص خودش رو داره و قطعا یک انسان بهتر میتونه تشخیص بده که الان من دوست دارم این میزانش کمتر بشه یا اون بیشتر دقت بکنید الان شاید شما بگید تو این سحنه من دارم آبی میبینم رد رو هم من دارم میبینم ولی گیری نداریم قبلا من گفتم تمامی عکس ها از سه تا کانال ایجاد میشه اوکی یعنی اگر من بیام اینجا مثلا با قطر چگون آی دراپر بخوام یک نمونه رنگ از برم توی عکس اینجا بردارم اینجا رو ببینید اون نمونه انتخاب میشه الان من میزنم انتخاب شد اوکی پس من میرم الان اینجا ببینید 180 تا تقریبا رد 175 تا گرین داره و تقریبا 175 هم بلو داره پس گرین هم داره توی اینجا من اگه بیام اینجا کلیک بکنم اینجا رو ببینید نمونهش انتخاب شد خب میام اینجا 220 تا رد 209 تا گرین و 181 یکی بلوه که این رنگ یعنی این رنگ به وجود بیاد خب پس کاری به این نداشته باشیم که آیا ما توی صحنه جایی رو میبینیم سبز هست یا نه قطعا چنل گرین چنل بلو و چنل رد توی کار وجود داره من برم دوباره توی این اجاسمیت مثلا میگم نور رد رو صرفا تخصصی فقط توی چنل رد کم و زیاد کن ببینید اون تأثیری که داره توی این مناطق رد میذاره خیلی بیشتر از تأثیری که اینجاها و هم میذاره اینجا هم میگم سفید نیست یا کرم نیست در واقع ما این رنگ رو داریم میبینیم ولی ترکیبی از سبز و قرمز و آبیه نورهای سبز و آبی و قرمز به خاطر همین وقتی من اینو دارم تغییر اونها هم تغییر پیدا میکنن ولی میزان رد تو این خیلی بیشتره ببینید اگر من میزان رد رو توی چنل گرین بخوام کم و زیاد بکنم با توجه به اینکه اینجا خیلی گرین کمی استفاده شده توی این ستا آبجکت تاثیر کمتری خواهد داشت و بیشتر مناطق دیگه صحنه دچار تغییر میشن ببینید میزان رنگ نور رد رو من میخوام تو چنل گرین کم و زیاد بکنم اون تفاوتی که توی کل صحنه به وجود میاد خیلی بیشتر از اون تفاوتی که توی این منطقه داره به وجود میاد چون چنل گرین توی این منطقه خیلی کمتر عمل کرده و توی مناطق دیگه بیشتر عمل کرده به خاطر این اختلاف رو ما اونجا داریم بیشتر از این سه تا آبجکت میبینیم constant به معنی پایداریه ولی اینجا یه جورایی به, مفهوم مح... به مفهوم زریبه. یعنی تمامی این هایی که انتخاب کنید فرض کنید این رو من پسندیدم به یک میزان هر الان باله من میدونم یه مقدار این رو کمتر کمتر بکن. اوکی خب فرض بکنیم این مد نظر من بودش من به صورت درصدی میتونم تمامی این مقادی رو افزایش و یا کاهش بدم که خب خیلی کم استفاده میشه از این میزان بعد نیست باید تست بشه میدونید توی هر پروژه باید تست بشه که ببینیم چه تأثیری میذاره معمولا با همین مقادیر کار که بکنیم به نتیجه مطلوب میرسیم دیگه نیاز نیست شدت اون مقادی رو به یک میزان حالا افزایش بدیم و یا کاهش بدیم ولی این ابزار رو گذاشتم بعضی مواقع واقعا کارسازه و توی بعضی از پروژه ها کمک میکنه به کار در واقع ابزار حرفه ای هستش چنل میکسر که متناسب با تخصصی که آدم داره روش باید کار بکنه انشالله تو سطوح پیشرفته تر به صورت تخصصی تر و با مثال های بیشتر راجع این موضوع صحبت خواهیم کرد